یک فایت براتون آوردیم از لجند دنیای MMA افغانستان، یعنی باز محمد مبارز در مقابل امیر ستارو از روسیه. آره اسمش هم امیره، امیر هم که میدونین دیگه. آره قدش بلندتره، فکر کنم 200 هم داره. آقا باز محمد سازمان OFS واقعا لجند بازی در آورد، خیلی ها زمین زد برام، اون موقع خیلی فرم بود. آره خیلی ها کلا باز محمد هیت میکنم، من دلیلش نمیفهمم. باز محمد بود که ام ام ای افغانستان یه جورایی به همه شناختوند. آره خیلی تبلیغاتی کار میکرد میدونی. آره خیلی برنده، قیافش تو ذهن آدم میمونه. اصلا فکر کنم اولین فایتی که ما ریاکشن رفتیم از ام ام ای افغانستان از همین باز محمد. آره باز محمد که من اونجا بهش میگفتم محمد باز. آره خب محمد باز دیگه چیه، فایت استارت خورد همون موقع لوکی از امیر داریم. بچه نو گفته نمونه، چنل تلگرامون هم ساخته شده، اونجا خیلی ویدیوهای باحالی ها میذاریم، به غیر از ویدیوهای اینجا خبرهای تازه ای میدیم، حتما جوین برید، خیلی جالبه. خیلی دقیقا جالبه. ویدیوهای کاملی که خیلی جالب، این حرکت هم خیلی جالب، خیلی جالب. خب باز ما دنباله یه روزن است که اتکو بزنه چان اوورهندای معروف. این اوورهندای معروف مستقیما میره تک داون میکنه، پس این ساینش از قدیم بوده، از این فرموله. آره فرمول 5 علاوه 1 مساوی 7. خیلی خوب فایت میکنه، بعد اینجا جوونتر بوده. آره اصلا ببینید اتکی که میزده 8 سال پیش بوده. بعد ببینید اتکی که میزده و طرف رو میبرده به زمین، دیگه طرف نمیتونسته بلند شه. نگاه کن الان البو رو نگاه کن. آره بعد هم میگن نمیدونن اکثر رقیباش پدریه. آخه کجاش پدری؟ امیره تو OFS واقعا چیز بوده. ببین چه پانچه پای سر همی میزنه. OFS الکی نیست که لازم. تو روسیه واقعا سازمان بریو OFS حرفا رو گفتن دارن. و اینجا میبینی که حریف رو یه جوری چند تا گذاشت، پشت سر هم داره پانچ و الوا میزنه. امیر اصلا امیر روسیه بچه ها، امیر رو داره میکنه پنیر، امیر رو کرد پنیر، امیر رفتی صاف میشه خطرناک. فکر کنه اگه آقا قفل شده باشه تمامه. نه نتونست باشه، نتونست. وای ولی بدترش کرد، داره پانچ میزنه. باشه خلافه یک کلم کرد. آقا تمامه بکنم، خیلی دوستش دارم. الان تمومه؟ نه تمومه؟ تموم ولش کن دیگه، ولش کن، ولش نمی کنه. وای آجی لسته بند چیز که دندون به چی بود افتاد؟ پرچم افغانستانو میاره بالا، این شیر مبارز، باز محمد مبارز، این برد رو تبریک میگه. انگاه همی آلاست، دقیقا انگاه همی آلاست. یکی کاش اون موقعی که مثلا اقلی میره اون موقع وان چمپیون بود یا نه، ولی اون موقع مثلا باز محمد باید میرفت اونجا، حیف شد بخواد. ولی الان یه ذره افت خودشو داره، مشکلات پاسپورتی هم هست. آره مالی سنش هم هست و خیلی از مشکلات دیگه. آره وان چمپیون هم مثل خب اولش نیست، تجربه یو اف سی به نظرم داره. آره به جرعت. ولی خب میدونم این عاشق اینجوری که چه حرکتی زد، با اینکه آره بعد ولش نکرد، یه بار جسی ملخ، دو بار جسی ملخ، سه بوین بار یه گرفت و ولکن نشد. دقیقا با اینکه میگم بچه باز محمد به قول گفتنی از سنی ازش گذشته و اینا، ولی لیاقتش خیلی بیشتر از اون سازمان داخل تایلنده که بخواد فایت بکنه. همینجا جالبه هم دارید بچه کمربنده هم میگی اینجا رو نذاره تو اینجا اینجا رو میزنم دقیقا بردش فهم خواستم بگم. آره بچه ولی حقش بیشتر از اون سازمان تایلندیه به نظر من. و دختره کجا رفت؟ باید بیاد بالاتر، حداقل بره تو بری فایت کنه. بله اینجا شما خواستم جام خوشگلو ببینیم که بهش اهدا میکنم. بچه ها نگاه نمی کنم، من این بوسو میفرستم برای این جام. بچه چشم جام قرمز، جام زرد، جام زرد جام آوردی من بگین راست فکر جام زرده. بعد باز محمد خیلی ارادت هم داشته به اردوی ملی افغانستان، همیشه کلا با این تیپ میماده تو جانم. آها اردو، ای رفیقمون اسمش یادم رفت، بگو ایشون هم تو اف اس 4 تا فایت داشتی ریاکشن رفتی پیران. آقا اسمها رو خیلی از یادم میره بچه ها، اسم این رفیقمون هم بنویسید. اینجا روسی هستی؟ آره آره داداش او اف اس. اون رفیقمون هم کتو شلوار دارم بعد نه کلو بردانی بچه ها نه بچه ها میگفتن اینو از پیشاور پاکستانه یه سری ها، ولی خب یه سری گفتن نه مثل که این طور نیست. حالا شما اگه اطلاعاتی داریم بنویسید راجع به اینم، چون به نظرم بهش بخور از افغانستان. اونا کجا رفتن؟ جامعه کجا رفت؟ جامعه رو الان میارم وایسا فیلم باز محمد پرچم رو نگاه کن. آه فایت باز محمد داره. بله اصلا ایزی برد این رفیقمون که دوست ایزی دفت. ایزی تمام تمام رفیقمون که بلندش کرده میشناسی دیگه، اصلا توجه رو رفته اون وفق کنن سمت دافولیا میشناسه ایشون هم دیگه تو اف اس 4 تا فایتاشون ریاکشن رفت. بله بله 100 درصد. بله اسمش چیه؟ بله اسمش میدونم. بله درگیر جام باشی، درگیر دافولیا اونجا باشی، همین الان این همه کله زوم هم ببینم، میخوام ببینم این جام ارزشش
علاوه فیزی بیزنسمن اینجوریه دیگه. آره آره میخواد ببینه ارزش مادی و معنوی اینجا چقدره. شورت باز محمد چرنگی بود؟ ارمس. نه آبی سبز مشکی دیگه. بچه خودتون بفهمید داستان چی بود؟ اکارتر سفید بود دیگه. اکارتر سفید بود. اکارتر قرمز بود دیگه. اکارترشو بچه ها می نویسن. و دمتون گرم که تا اینجا ویدیو بودیم. با اینکه این ویدیو قدیمی بود ولی ما یه دونه حالا بکینگ زدیم به اون قسمت. آره بچه ها حتما حتما دکمه زنگوله رو بزنید چون آپدیت ها یوتیوب اینجوریه که یو میره برای یه ما دیگه ما رو ببینید. مثلا یک ما دیگه این ویدیو رو میبینید. ویدیو جدید جا میبینید. ببینید چه ویدیو خفنی میذاریم. حتما دکمه زنگوله رو بزنید تا به محض اینکه ویدیو آپلود شد اولین نفر باشید که مطلع بشید. یا میتونید کانال تلگرام ما رو جوین بدید یانگی MMA. توی دیسکریپشن هم براتون میذاریمش. تو همه ویدیو هست از این بعد میذاریم. اونجا جوین بدید و از اخبار ثانیه‌ای دنیای MMA با یانگی روبرو شوید. تا ویدیوی بعدی بدرود و پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید که دو تا زن با یه دونه مرد گولاغ داخل قفس MMA فایت میکنن. یه فایت بروتال خشن اونجا میبینیمت. برو که رفتی.